خب دوستان، بریم سراغ یه مرغ سوخاری خیلی حرفه‌ای و خیلی خوشمزه. اینجا من آویشن دارم، پودر تخم گیشنیز به همراه پول بیبر به همراه نمک. به جای این اگه نداشتید میتونید از پودر پاپریکا هم استفاده بکنید. فلفل سیاه، یه دونه تخم مرغ، زعفرون، مرغ که از ترکیب رون و سینه من استفاده کردم، استخوناشو در آوردم به جز این ساقای رونو، به همراه آرد سفید و پودر پانکو. اول از همه مرغمون رو مزه‌دار می‌کنیم. نمک، به همراه پول بیبر، یه مقدار فلفل سیاه. فلفل سیاه رو نصفش هم باید توی آرد بزنیم. آویشن هم همینجور. آویشن هم نصفش رو به مرغ میزنیم، نصفش رو به آرد، به همراه تخم گیشنیز. یه حبه سیرم میتونیم رنده کنیم تو این مرحله به این بزنیم، که من الان میخوام این کار رو بکنم چون سیره خیلی طعم خوبی بهش میده. خب این سیرم اضافه میکنیم. خب حالا اینا رو قشنگ هم بزنید که قشنگ مزه دار شه. اگه میخواید بهترین نتیجه رو بگیرید، بذاریدش قشنگ 6-7 ساعت داخل یخچال بمونه، یا حداقل دیگه 2-3 ساعت رو بذارید بمونه که قشنگ مزه دار بشه. خب این میره کنار. حالا آردمون، آرد سفید، این آبیشنی که یه مقدار داشتیم، به همراه فلفل سیاه، به همراه یه خورده نمک. این باعث میشه اون آرد از اون طعم خامی درآد. اینو قشنگ مخلوطش بکنید. میتونید یه مقدار مثلا پودر پاپریکا هم اینجا به این آرد اضافه بکنید، اونم خوب میشه. خب اینم از این. بریم بیه. خب توی یه ظرف تخم مرغ رو میشکنیم با زعفرون و نمک. همین هم کفایت میکنه، نمیخواد ده مدل چیز بهش بزنید که بوی تخم مرغ رو بگیرید. اول با نمک تخم مرغ رو هم میزنید که از این حالت لختگی در بیاد. یه دست که شد زعفرون رو بهش اضافه میکنید. زعفرون جزء چیزایی که خیلی بوی تخم مرغ رو خوب میگیره. آروم زعفرون هم اضافه میکنیم بهش، هم بزنید تا قشنگ یه دست بشه. رنگو فقط ببینید بچه. مرغا رو اول میاریم تو آرد سفید. نگاه کنید من یه شکاف هم اینجا یه برش زدم که قشنگ توی این رونم آردی بشه. خب نگاه کنید، اول همه مرغا رو بزنید تو آرد سفید، اضافه آردش هم بتکونید تا دستتون تمیزه. اول همه رو آردی کنید، دونه دونه هی نزنید تو آرد تخم مرغ. اون یکی آرد پایینای رونم که بدون استخون کردم، ویدئوی کامل بدون استخون کردن مرغ رو داخل کانال گذاشتم دیگه. بچه ها اکثرا، بچه هایی که از قدیم تو کانال ما میدونن و بلدن، دوستان جدیدی هم که اضافه شدن میتونن برن ویدئوشو ببینن. رونا هم چربی های اضافیشو بگیرید، اگه رونتون چربی داشت اون چربی ها رو بگیرید. مرغا میره کامل توی تو ترکیب تخم مرغ و زعفرون، میاد داخل آرد پانکو. نگاه کنید اینجوریه نحوه آرد زدنش، این مدلیه بچه ها. آخرش یه فشارش هم اینجوری میدید، یه فشارم اینجوری، این میشه مدل کار ما. بریم بعدی. خود اون زعفرونه ببینید رنگش هم چه بامزه میکنه، حالا سرخ میشه ببینید چه رنگ عالی میده. خب
خب در آخر یه فشار اینور، یه فشارم اینور. اوکی، این نکته، این فشار آخر خیلی مهمه ها. همینجوری تا آخر همه مرغا رو میزنیم، میذاریم کنار. خب روغن رو گذاشتیم، یه خورده داغ شد. حالا الان قشنگ روغن رو بذارید داغ بشه که برشته بشه. خب دوستان اینم از مرغ سوخاریامون. ببینید من چند مدل مرغ سوخاری رو آموزش دادم و چند مدل دیگر هم آموزش میدم، ولی به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین مدل های مرغ سوخاریه که میتونید تو خونه درست بکنید و لذتشو ببرید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم ویدیوهای دیگه کانالم ببینید. برید تو قسمت پلی لیستا با توجه به سلیقتون، همه مدل پلی لیستی اونجا هست، میتونید ویدیوها رو ببینید. لایک و کامنت فراموش نشه، نقطه نظراتون رو حتما برای ما بذارید. تا ویدئوی دیگه، خدا نگهدار. یادتون نره که جاتون اینجاست.